به شم هشم نعصه و نسلی اخترا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشمید برخ پاراشا هزینو دبارین فصل سی و دو پاسوق چهار میفرماید از سور تامین پاولو کی خول دراخاب میشپات علمونا و این آول صدیق و یاشار هو یعنی خداوند قدرتمندی که فعلش کامله تمام راههایش قضاوت است خداوندی که امین کجی درونیست صدیق و شایسته است او حالا آره برای مقادش روی این پاسخ میفرمایند که ما میخوایم بدونیم که چرا اومده این مطلب رو اینجا گفته پروش لفیش قادم و آمر شیستق اطورا ی صوف تعلوماتار یعنی ما میبینیم در پاسخهای قبل که به ما یاد داده مشغور شدن به تورا منجر میشه که انسان برکت در زندگیش قرار بگیره شبنم باران و روزی برای آموزندگان تورا باشه لازه اید یعنی اینجا ما میبینیم که شیم آدم آسق به تورا یعنی اگر انسان مشغول شد به تورا و با وجود همه اینا هم. مزون و تاف قاشیم روزیش به سختی بود زندگی سختی داشت به لخم این نون نداشت یا برعکس موقعی که میبینه که آدمی هست که یوق تورا رو به گردن نمیگیره تورا رو یاد نمیگیره مؤس بلومده ها آموزندگان تورا رو منفور میداره مددین لو به میدا گسا یعنی پرو لبریز بهش فیض الهی میدن آخول و ساوا و اوتر میخوره سیر میشه و زیاد میاره کیودیم مثل اون قولهایی هایی که خدا داده به لمده تو را یعنی اون قولهایی هایی که خداوند به آموزندگان تو را داده نصیب اونهایی میشه که اهل تو را نیستند نفع نفخو و این برعکس توضیح میدیم بیشتر یعنی کسی که مشغول میشه به تورا بعضی موقع مزدش رو قبول نمیکنه در حالی که کسی که یوق تورا رو زمین گذاشته اون بهش میدن که زیاد هم میاره حالا حالا میفرماین لو میپنه لو میپنه ز یعنی انسان به خاطر که این رو میبینه لگت به ایمانش نزنه و حس در او کفر و لامذهبی به وجود بیاد که بگه بله این توراست و این مزدشه الا یصدیق بلکه تصدیق کنه حکم خدا رو بر خودش و بگه اشم امت به دین و دین امت خداوند امته و حکم و دین و محاکمش هم امت همینطور که پاسخ از حسور تامین پاولو حسور یعنی خداوندی که قدرتمند همچون صخره از لفظ توقف خوزق از قدرت و شدت عظمت و نیرو میاد زیگیت یگید ال ید هشم هارودا با آدم این داره اشاره میکنه به این قدرت میدت دین که افضل و غالب هست بر انسان و اگر میبینادم که خب برای فرد اهل تورا یه مقداری میدت دین و محاکمه و سختی به وجود اومده با وجوده که مشغول به تورا شده با وجود این الف... فلپیکن با وجود این تصدیق کن و بگو تامین پاولو حسور تامین پاولو خداوند قدرتمندی که فعلش درسته و نباید فکر نادرست در مورد کنی زکه نگید و این در مقابل کسیه که میبینه اون راهش خوبه و درسته لیمدوت به گساش که میبایست بر طبق ظاهر با اون تورایی که داره پرو پیمون بهش بدن از خوبی ولی ماده دو به دقا ولی کم بهش دادن هشتش گروه نوه تو سختی و مرارت قرار داره ولی با وجود همینا باید بدونی که از تامیم پاولو خداوند فعلش کامل و گامر عمر و ادامه میداره واقعی مقادوش که حرف رو تموم میکنه و کامل میکنه که خود دراخاب میشبا تمام راه های خدا قضاوت این کلی که گفته میخواد اضافه کنه که بدون خداوند کارش حساب داره کال البازه و همینطور در این تاکید میکنه گم ات چه در کلیم دو تو یعنی اون فرد راشایی که باید به اندازه کم بهش بدن به میدا دقا ماد دولو به گسا ولی پروپیمون بهش دادن کل دراخاب میشباد ولی با وجود همه اینا بدون که راه های خدا قضاوته و از روی انصاف و درستی است زیرا خداوند یسورین رو بر صدیق نمیاره مگر اینکه مستوجب باشه و همینطور برعکس خوبی رو به رشاییم نمیده مگر اینکه اونها این زخوت و این شایستگی رو بر طبق اعمالشون اونها داشته باشن اینجا ما یه جنبنده میکنیم مطلب رو که حالا برای به ما یاد میده. با وجوده که در پاسخهای اول پاراشای هعزوینیو ما میبینیم که کلام تو را همچون باران حیات بخشه و زندگی بخشه و انسان با تو را به همه خوبی ها میتونه دست پیدا کنه ولی مواقعی در زندگی پیدا میشه که صدیق و ررو رو راشا و توبلو یک صدیقی داریم که زندگیش به سختی میگذره مشکلات و مرارت ها در زندگیش وجود داره و میبینیم که یک راشایی است که در و سلاخا یعنی موفقه تو زندگیش به قول مردم روز به روزش بهتره و این تناقض داره با این چیزی که ما تا حالا یاد گرفتیم که تو را برکت و سلامتی و موفقیت به ما میده و دوری از تو را برعکسش حالا چرا میبینیم فقط این چنین مواردی در زندگی پیش میاد که افرادی این چنین هستند میفرماید از سور تامین پاولو تو ایمانت رو زمین نگذار بدون که خداوند فعلش کامله اگه به اون را ش اومده خوبی کرده مزد اون چند تا میسوای کوچکیه که نه به خاطر خدا انجام داده پس اینجا حقشه که مزدش رو بهش بدن در این دنیای زود گذر بهش پاداشش رو دادن ولی بدون که در عالم آخرت باید جوابگوی اعمال بدش باشه و اونجا بسیار سخت خواهد بود اون جریمه اگر توبه نکنه در مقابل اون صندیق به خاطر اندک گناهی که انجام داده همینجا سختی و مرارتی بهش میدن که حقشه چون این دنیا گذراست و ماندگار نیست و مزد اصلی او که ابدی است و لیشماه عمل کرده مزد خوبش رو در علام حبا برای ابدیت بهش میدن و اینجا در ظاهر مردم که میبینن ممکنه بگن نه ما باید راه نادرست رو انتخاب کنیم خب اون راشا روز به روزش بهتره پس ما هم همون راه رو بریم ولی این اشتباست پس اینجا تاکید میکنه ایمانت رو کنار نگذار هشم رو فراموش نکن بدون خدا کارش درسته خوشا به حال کسی که در همین دنیا جریمه گناهانش رو بده و بدا به حال کسی که مزد میسواش رو همین دنیا بهش بدن مزد این آدم بسیار بسیار عظیم و بی حالا اگر توی دنیای زود گذر بهش مزدی دادن ضرر خالص کرده و در مقابل ابدیت این دنیای فانی مزد گرفته نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که تورات خیم توضیح میده که اون فرد راشا وقتی میبینه به شرارت و بدکاری و فساد و انحرافش داره ادامه میده و زندگیش هم رو راه بر وفق مراده فکر نمی نمیکنه فکر توبه نمیکنه میگه برای چی برگردم برای چی تشوبا کنم برای خودش گناهی نمیبینه ولی نمیدونه که این مزد علام حباشه حب داره اینجا میگیره به جای مزده ابدی و بی انتها مختصر مزدی در این دنیای زود گذر بهش دادن فکر توبه و تشویق نمیکنه نمی ترسه از عقوبت کارهای بدی که میکنه و از اون طرف مردم هم که می بینن اونهایی که ایمان ندارن به اشتباه میفتند میگن ببین اون را شایع زندگیش خوبه اون صدیقه سختی و مرارت داره پس اینجا تو به ما تاکید میکنه از تامین پاولو که خل درخواب میشپاد خل خدایی که فعلش کامله همه کارهاش درسته ایرادی به خدا وارد نیست امیدواریم که عقدش بارو خوب به همه ما امونا شل ما، رفوا شلما شلما و گولا شلما بده آمین کن یه